بله، ما در شهر وان ترکیه هستیم، درست بعد 5 روز از زلزله 7.2 ریشتری که شهر وان رو به لرزه در آورد و خسارتهای زیادی رو به بار آورد. در حال حاضر با یکی از خانواده های کرد ایرانی دیدار داریم و شرایطشون رو برای شما به تصویر میکشیم که ببینید در چه شرایطی دارن زندگی میکنن. دقیقا رو خیابون اصلی هستن که هر لحظه احتمال داره یه ماشین واقعا وارد چادرشون بشه و اصلا هیچ امنیت جانی ندارن. هیچ وسیله گرمازایی شاید اینجا نتونید ببینید. این وضعیت چادریه که زدن تو این روزایی که داره برف میاد، دمای هوا 0 درجه سانتیگراد هستش و هیچ کمکی از هیچ سازمانی تا به حالی که من دارم تصویر رو ضبط میکنم به دست پناهندهای شهروان نرسیده. همین الان با جناب رحیم صحبت میکنیم، پدر خانواده کرد ایرانی، که در مورد وضعیت خودشون تو این 5 روز بتونن برامون صحبت بکنن. آقای رحیم با سلام به شما و خسته نباشید، میتونید وضعیت خودتون رو در این 5 روز برای ما شرح بدین؟ خوش اومدید، خسته نباشید. والا چی بگم بهتون، ما 5 روز در این وضعیت زندگی میکنیم. روز اول و دوم خوب بود چون بارون نبود و دیگه تا همین آلونک زندگی کردیم، ولی 3 روز با این وضعیتی که دارید میبینید، نه چادری داریم نه امکاناتی داریم که زیر بارون الان به این برای تصویر نشون بدی، کلن زیر بچه ها کلن خیزه، یعنی از صبح دیگه کل پتی چیزی داشتیم همه خیزه دیگه، اون رو برداشتیم یه سری دیگه عوض کردیم اصلا همسایه بمیم. یعنی با این وضعیتی که میبینید متاسفانه نه دنیا کاری کرده باشه، شاید هم کرده باشه، ولی دولت ترکیه از این لحاظ خیلی کوتاهی کرده. من خودم شخصا 4 بار رفتم، یعنی با یه وضعیت خیلی نازوری اصلا با این مردم که برخورد میکردیم، با مسئولین که بخوام یه دونه چادر فقط بگیریم یه سرپناه واسه خودمون داشته باشیم، متاسفانه ببینید با دید خیلی بد با یه چیزهای دیگه مواجه میشدیم. بله واقعا شرم‌آور. ببینید تو این 5 روزی که شما بیرون دارین زندگی میکنید، آیا سازمان‌های و نهادهای حقوق بشری کمک هایی رو به شما ارائه دادن یا نه؟ نه متاسفانه، یعنی هیچ ساز... اصلا هیچ سازمانی، فقط تنها چیزی که اومده من دیدم اینجا اونم اسمی نداره، ماشینا میان شب و روز، من چون اینجا بیدارم ماشینا میان پشت سر هم، کامیونن دیگه وسایل دارن، کمک میاد، مردم وای میسن 10-15 تا ماشین دنبالش میکنن دیگه، ما میگیم مثل همون دیگه دنبالش میکنیم، میگه همین وای میسیم بالاخره چی ما بدن دیگه، دو سال سه سال وای میستیم، بعد هم دیگه اونا هم پارتی دارن، نمیدونم کسایی که بالاخره دوست آشنا هستن. اینو لازم است که بگم که دولت ترکیه باید اینو بدونه، اینو خودشو جمع کنه، مسئولینی که این کارو میخواد بکنید. من پری روز اینجا شاهد بودم بغل میدان گربه 2 تا ترانزیت بودن مال ترکیه، چادر میدادن به مردم، حداقل 200 نفر تو صف وایساده بودم، از دور چند نفر فقط دوستای خودشونو صدا میکردن بیا اینجا، تو هم بیا، به اونا میدادم. بعد یه دونه بنز اومد، آخرین سیستم یه گیگ پشت سر تو بنز نشسته بود، عینک اصلا معلومه یه باکانی چیزی بود دیگه، 4 تا چادر انداختن تو ماشین اون. من گفتم این 4 تا چادر چرا دادی به اینا، به مسئول؟ گفت بو بیزن داره، یعنی این با ما جای دیگه میخواد ببره. گفتم نه، این تیپش به شما نمیخوره، نه کارگره، نمیخواد کاری بکنه، این رشوته. گفت سنه انگلیسی نباز، یعنی به تو ربطی نداره. با این شد دیگه، مردم اینو دیدن تصویر بدتر شد، متاسفانه، خیلی خیلی متاسفانه، یعنی با این وضعیت که برای مردم پیش اومده واقعا خواهشان مسئولین وجدانتون یکی بکار بیندازید، خواهشان یکی وجدانتون بکار بیندازید، چون روزی بدونید که روی روزی یه حسابی باید پس بدید. مرسی، خیلی ممنون از زحمات شما.